وقت شما بخیر. 28 صفر الاحزان سال 11 هجری سال روز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد. روایات مختلفی در منابع شیعه و سنی وجود دارد که رحلت پیامبر را مرگ طبیعی ندانسته و شهادت می دانند. این روایات می توانند موضوع شهادت پیامبر اکرم را اثبات نمایند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با توجه به منابع اسلامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مرگ عادی از دنیا نرفتند، بلکه با زهر مسموم و به شهادت رسیدند. لذا به کار نبردن واژه شهادت برای ایشان یکی از مظلومیت‌های آن حضرت است. در کیفیت مسمومیت پیامبر اکرم و اینکه چه کسانی و با چه انگیزه ایشان را مسموم کرده اند، روایات متواتر و متعددی در منابع شیعه و اهل تسنن و در کتب مختلف تاریخی ذکر شده و شرح ماجرا به وضوح بیان شده است. اکنون به تعدادی از این روایات با استناد به منابع فریقین اشاره می نماییم. احادیث و روایاتی از پیامبر و صحابه و امامان معصوم که شهادت پیامبر را تأیید می کنند. در کتاب بصائر الدرجات و همچنین کتاب بهار الانوار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود هیچ پیامبری یا وصی او نیست مگر آنکه شهید می شود. عبدالله ابن مسعود از صحابه مشهور پیامبر اکرم که در بقیع مدفون است، کشته شدن پیامبر در سنه 10 هجری را تأیید کرده است. در کتاب بهار الانوار جلد 22 صفحه 516 در روایت دیگری نقل شده که عایشه و حفصه به او سم نوشاندند. برخی از علمای شیعه که شهادت پیامبر اکرم را تأیید می کنند. شیخ طوسی از فقیهان، محدثان و متکلمان بزرگ امامیه در قرن چهارم و پنجم هجری نوشته است رسول خدا دو شب مانده از ماه صفر در سال دهم هجری مسموم درگذشت. علامه حلی، مجتهد شیعه، فقیه و اصولی در قرن هفتم و هشتم قمری شهادت رسول خدا را به وسیله سم ذکر می کند. محمد ابن علی اردبیلی، محدث و رجال شناس شیعه قرن 11 قمری هم نوشته است پیامبر در مدینه مسموم درگذشت. شهادت پیامبر اکرم در کتاب‌های اهل تسنن. تنها شیعیان نیستند که معتقد به شهادت پیامبر اسلام هستند، بلکه روایات فراوانی در صحاح و دیگر کتاب‌های اهل تسنن وجود دارد که همین موضوع را تأیید می‌نماید. محمد ابن سعد ابن منیع هاشمی که یک سنی مذهب متعصب و مورخ و سیرنویس مشهور بغداد در قرن سوم هجری قمری بوده، پیرامون موضوع زندگی و سیره پیامبر اسلام میگوید در روایتی آمده است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسموم درگذشت و 63 ساله بود. محمد ابن عبدالله حاکم نیشابوری، تراجم نگار شافعی قرن چهارم، کشته شدن رسول خدا را تأیید کرده است. ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی، تاریخ نگار شافعی مذهب، از عبدالله ابن مسعود روایت کرده است که وی گفت اگر 9 بار قسم بخورم که رسول خدا کشته شده است، برایم محبوب تر است از اینکه 1 بار قسم بخورم که او کشته نشده است، به جهت اینکه خداوند او را پیامبر شهید قرار داده است. با استناد به مجموعه روایات نقل شده در کتب شیعه و اهل تسنن می توان نظریه شهادت ناشی از مسمومیت پیامبر را تقویت کرد. کودتا و توطئه ترور پیامبر اسلام و ماجرای حدیث قرطاس در اواخر عمر آن حضرت، سوء قصد به جان پیامبر توسط دشمنان اهل بیت در عقبه و کودتا و توطئه ترور ایشان در سال آخر عمر از جمله مصائب خاتم الانبیاء بوده، چنان که مورخان نوشتند پس از واقعه غدیر عده‌ای هنگام بازگشت به مدینه در مسیر جلوتری تدارک کودتا و ترور پیامبر اکرم را برای مقابله با جانشینی امیرالمؤمنین کشیده بودند و طبق برنامه ای تصمیم داشتند
تا شطور پیامبر از جای رد شود که در آنجا پای او در یک گودال فرو رفته و سقوط کند. سپس آنان بر سر پیامبر بریزند و حضرت را به شهادت برسانند. پیامبر اکرم در آخرین روزهای حیات، در حالی که گروهی از اصحاب در حضور پیامبر بودند، در روایتی که مشهور به حدیث قرطاس است فرمودند: آتونی به دواهن و قرطاس اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده، برای من دوات و کاغذی بیاورید تا برای شما وصیتی را بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. با دقت در متن کلام پیامبر، هدف از نوشتن این مکتوب جلوگیری از گمراهی امت بوده است و پاسخی که خلیفه دوم به این درخواست پیامبر می‌دهد قابل تأمل است. وی در جواب پیامبر چنین گفته است: حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است. پس از درخواست پیامبر و این سخن عمر، بین صحابه سر و صدا بلند شد. خواستند بروند قلم و دوات بیاورند. عمر ابن خطاب دید آنچه پیامبر می‌خواهد نوشته خواهد شد، لذا با بی‌شرمی تمام چنین گفت: ان الرجل لیهجر، این مرد هذیان می‌گوید. پیامبر خدا در تاریخ 28 صفرالاحزان سال 11 هجری در مدینه منوره چشم از جهان فرو بستند. ایشان هنگام شهادت سر بر سینه برادر خیش حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام داشتند.